سلام و درود مهربانان. سوالی که زیاد مطرح میشه، بین چای، قهوه و چای سبز کدوم سالم‌تره و کدوم ضرر داره؟ کدوم بیشتر بخوریم، کدوم کمتر بخوریم؟ ببینید، اول اینو بگم که شخصیت من شخصا به این صورته که هر چیزی رو که الزاماً بقیه جامعه میگن قبول نمی‌کنم، برای من دلیل سند نمیشه. هر چیزی رو که رسانه‌ها تبلیغ می‌کنن، هر چیزی رو که با یه برنامه‌ای القا میشه مردم، برای من سند نمیشه اونو بپذیرم. سعی میکنم با یک روحیه تحقیقی و پژوهشی از کیفیت و صحتش مطمئن بشم، باور بکنم اون قضیه رو، بعد بهش عمل میکنم یا حتی به بقیه هم معرفی میکنم، چیزی که متاسفانه خیلی شایع و رایج نیست. حالا بحث تغذیه بخششه، حالا فرهنگ تغذیه بودشه، تو مباحث دیگه، روابط اجتماعی، مباحث فرهنگی، مباحث سیاسی، اقتصادی و چیزهای دیگه، من این دیدگاهو دارم که یک انسان آزاد اندیش، اهل پژوهش و آگاه باید باشم، نه دنبال روی هر فکر و اندیشه که توسط سیستم‌های خاصی القا میشه با منافع خاصی، که متأسفانه تو بحث تغذیه ما خیلی قربانی این قضیه شدیم. یعنی یه سری شرکت‌های بزرگ با منافع بسیار هنگفت، با تولید مقالات سفارشی، تبلیغات رسانه‌ای فراوان، سعی می‌کنن فرهنگ رو جا بندازن. متأسفانه یک بخشی از این مصرف افسار گسیخته چای و قهوه تحت تاثیر این سیستم قرار داره. تو این ویدیو در مورد عوارض این سه تا نوشیدنی خواهم گفت و جایگزینش رو هم حتما معرفی خواهم کرد که خوشمزه البته هست. نمی‌خوام بگم چای و قهوه اصلاً فایده‌ای نداره، اما یک لحظه با آزادی اندیشه به این قضیه نگاه بکن، بدون تعصب، بدون علاقه شخصیتون. این که ما یک نوشیدنی رو به صورت اعتیادوار هر روز 20 لیوان، 30 لیوان، 40 لیوان به عذاب بخورن، آیا این منطقیه؟ این که طرف اگر چای نخوره بگه سردرد شدم، این منطقیه؟ یعنی واقعا ما اینقدر باید کنترل وجود خودمون از دستمون خارج بشه که به یک نوشیدنی جور وابسته بشیم؟ که مثلا یه ذره بهمون نرسه حالمون بد بشه، عصبی بشیم، پرخاشگر بشیم؟ آخه یه وقت هست ضروریات بدن، آب و غذا هست، یه بحث دیگه است که ما حیاتمون رو وابسته است. اما یه چای نوشیدنی که ما اومدیم با دست خودمون رو وابسته کردیم بهش و اگه بهش در واقع نرسیم عصبی میشیم. خب اعتیاد اسمش تعارف که نداریم، یک حد ضعیفی از اعتیاده که افراد خیلی هم درگیرش هستن. قهوه سطح بعدی. من تخصصی در مورد چای جداگانه، قهوه جداگانه و چای سبز جداگانه صحبت کردم و دلایل علمی، پژوهش‌ها و مستنداتی که در مورد عوارض و بعضن خواصی که داره صحبت کردم، اما خیلی خلاصه و تیزوا خواهم اشاره بکنم در مورد این سه تا نوشیدنی که عرض کردم. این طور بعد به شما بگم که اولا چای برای افرادی که مشکل گوارشی دارن اصلا خوب نیست، محیط معده رو اسیدی می‌کنه، توصیه نمی‌کنیم مصرف زیادش رو. برای اونا که پوکی استخوان، سایدی استخوان دارن خوب نیست. این اسیدی شدن در واقع محیط معده و بدن آسیب میزنه به اعضای دیگه بدن، خصوصا استخوان‌ها. برای افرادی که مشکلات کلیه دارن به خاطر در واقع تنین، تانن و کافئینی که در چای هست، به خصوصا سلول‌های اپیتیال کلیه آسیب میرسونه، مانع جذب آهن و مواد مغذی در بدن شما میشه. کتاب هیماتولوژی رو بخونید، بخش کمخونی، خیلی واضح نوشته که چای یکی از عوامل کمخونی میتونه باشه. بارها بارها ما دیدیم افرادی که مشکلات کمخونی داشتن، یک دوره چای ازشون میگرفتیم کمخونشون بهتر میشده بدون هیچ کار دیگه ای. و خصوصا تیرگی صورت، اینو دیگه بارها دیدیم. ببینید، من یه جمله بارها تاکید کردم، باز هم میگم، اگر فردی پوست تیره داره و چای میخوره، پادرد و کمرت داره و چای میخوره، یه دوره امتحان بکنه، هیچ ضرری نداره، یه هفته دو هفته چای رو بذاره کنار یا حداقل کمترش بکنه. من قول میدم طبق تجربه‌ای که تو این 15-16 سال دارم تأثیر مثبتش رو میبینه، اینقدر واضحه. پس این از بحث چای که عرض کردم، حالا جایگزینش رو خواهم گفت. قهوه چطور؟ قهوه هم به خاطر کافئین بالایی که داره برای پوکی استخوان مضره. دانشگاه براون و دانشگاه بوفالو و چند دانشگاه دیگه در امریکا و نقاط دیگه دنیا من چک کردم که در مورد اثرات منفی مصرف زیاد قهوه
روی پوک استخوان نتایج مشابهی داشتن. افرادی که مقدار سنشون بالاتر میره باید احتیاط بیشتری داشته باشن. قهوه آدم رو عصبی میکنه، بله. مؤسسه سلامت انگلیس طبق مقاله اعلام کرد که اثبات شده که مصرف بیشتر قهوه با پرخاشگری و عصبی‌تر شدن ارتباط مستقیمی داره. نمیتونیم این مقالات رو نادیده بگیریم. بله، مقالات دیگه هم هست در مورد فواید قهوه و فواید چای، ولی خب اینو عرض کردم که بخشی از این مقالات سوگیری و جهتیشون در واقع مبتنی بر منافع سری شرکت‌های خاصه. برخی نتایجشون متناسب با اون نمونه های مورد آزمایششونه که ممکنه الزاماً با شرایط جامعه ما مطابق نباشه و دلایل دیگه. در عمل اینو عرض میکنم، ما بارها دیدیم که عوارض این نوع مصرف بیشترش، مصرف زیادش از فوایدش بیشتره. همینطور افرادی که ریفلکس معده دارن، قهوه براشون مصرف زیادش خوب نیست. قهوه چیز مطلقاً بدی نیستا، من دارم در مورد مصرف زیاد و همگانی عمومی که جدیداً هم خیلی فرهنگ شده، خصوصا در کشور ایران و افغانستان جدیداً خیلی باب شده، در مورد اینا صحبت میکنم. کلا هر وقت دیگه چیزی یه دفعگی خیلی بولد شد و در واقع مورد توجه قرار گرفت، یه مقدار نسبت بهش تردید داشته باشید. کمخونی یکی از عوارض اثبات شده قهوه تشدید کمخونیه، کاهش جذب مواد مغذیه. یه آزمایش انجام دادن در گواتمالا، فرهنگشون رو که خیلی قهوه میخورن، بخاطر اینکه قهوه خیز و بقول منابعش هست و در حد حتی به بچه ها هم در واقع قهوه میدن به عنوان نوشیدنی همیشگی. اومدن یک دوره‌ای قهوه رو از بچه ها حذف کردن، بچه‌هایی که به شکل خیلی محسوس مشکلات کمخونی داشتن. و ناباورانه این بود که این بچه‌هایی که کمخونی داشتن کمخونیشون درمان شد. و مقالات مشابه دیگه که حالا نمیخوام وارد جزئیات بشم، اما افرادی کمخونی دارن، جذب مواد مغذیشون پایینه، خیلی زیاد سراغ قهوه زیاد خوردن نرن. همینطور تو برخی از پژوهش‌ها نشون داده شده که هم چای هم قهوه به خاطر کافئین بالاشون، مصرف زیادش برای مشکلات قلبی و عروقی تأثیرات منفی دارن. البته عوارض دیگه داره که من نمیخوام وقتتون رو بگیرم، مهمتریناشو سعی کردم، شاخص‌تریناشو سعی کردم خدمتتون معرفی بکنم. ولی در کل طبق تجربه این سال هم دارم میگم مصرف این نوشیدنی ها برای سلامت شما عزیزان مناسب نیست، خصوصا به این صورت مکرر همیشگیش. یه فکر براش بردارید. اما چای سبز، چای سبز همان چای سیاهه، فقط نوع خوش کردنش فرق داره. فریب خیلی فضاهای رسانی رو نخورید، همونه. البته به خاطر اینکه طعم و اسانس کمتر بهش میزنن، مواد شیمیایی بهش نمیزنن، درسته سالم تر از چای سیاهه، اما باز هم عوارضی داره مصرف همیشگیش. خیلی زیاد توصیه به چای سبز و حتی چای سفید که باز هم نوع دیگه از چایی که جور دیگه خوش شده، خیلی توصیه به عنوان مصرف همیشگی نداریم. عرض کردم منکر خواص این موارد نمیشیم، هر کدوم خواصی هم به عنوان یک نسخه دارویی ممکنه در نگاه متخصص داشته باشه، اما به عنوان نوشیدنی که بگیم همیشه بخوریم نه. چرا؟ ببینید یه قاعده کلی هست خصوصا در نگاه طب کهن که هر گیاهی اگر مکرر و همیشگی مصرف بشه قطعاً چون اثرات دارویی داره عوارضی هم خواهد داشت. همین نعنا با اینکه این هم خاصیت داره، اگر شما پشت سر هم مصرف بکنید درگیر مشکلاتی مثل کاهش تمایلات جنسی، اختلال در قاعدگی خانم و موارد دیگه میشید. خیلی خاصیت داره اما اگه درست استفاده نشه. حالا شما حساب کن طرف داره هر روزی 30 لیوان 20 لیوان چای میخوره و سالها این قضیه تکرار میشه، این عارضه نداره. خب کدوم گیاه ما در زندگیمون اینقدر داریم مصرف میکنیم؟ تنها گیاهی که داره اینقدر زیاد مصرف میشه همین چای قهوه است. خب پس باید با یک منطق و بدون تعصب به این قضیه نگاه بکنیم. خب اینجای سوال داره، گاهی خوردنش مشکلی خاص ایجاد نمیکنه؟ این جور پشت سر هم خوردنش قطعا جای تردید داره و بازنگری بکنیم در مصرفش و بدونیم که موارد سالم تری هم هست. خب حالا ببینیم سه تا گزینه کدوم سالم تر خاصی مصرف بکنیم. اگر بخوایم اولویت بندی بکنیم، قهوه البته باز هم اگر زیاد روی نشه سالم تره، بعدش چای سفید، بعد چای سبز و آخر از همه چای سیاه، خصوصا متأسفانه در ایران و افغانستان، چون بخش زیادی از این چای قاچاقه، یعنی از موادی قانونی در واقع رد نمیشه. اونا هم که رد میشن مشکلات خاص خودشو دارن یا مشکلات آلودگی خاصی دارن که
مقالاتش و گزارشاش رو دیدین حتما تو رسانه ها. به خاطر داشتن اسانس و مواد شیمیایی و رنگ دهنده ها، اینها کلن محل بحثه. غیر از اینکه حالا ذاتن خود چای مشکل داره، این موارد هم مزید بر علت به قولی. خب جایگزین مناسب برای نوشیدنی های پر مصرف ما چیه؟ بهترین و پرخاصیت ترین و عالی ترین نوشیدنی به عنوان یک چیزی که هر روز بتونیم مصرف بکنیم، دمنوشی که از سیب یا به درست میشه. بهش میگیم چای سیب یا چای به، یا چای به سیب. چطور درست میشه؟ خیلی ساده، خیلی راحت. شما سیب یا به رو خورد بکنید، یه بهتری کم بذاره خوش بشه، بعد یه سرتفت بدیم بدون روغن تو مایتابه، در حدی که رنگش بشه رنگ قهوه‌ای، قهوه‌ای تیره، نسوزا، رنگ سوخته‌ای نشه، قهوه‌ای تیره، و این تمام. دمش بکنید مثل چای، نوش جان بکنید. حالا توی سری مارکت ها هم چای آماده‌اش رو دارن، خودتون اولی میتونید درست بکنید. فوق‌العاده هم خوش رنگه، هم خوش طعمه، هم بسیار پرخاصیته. این نوشیدنی عالی، هم برای گوارش خوبه، هم برای اعصاب خوبه، برای مشکلات کلیوی خیلی خوبه، بسیار هم عام پسند. یعنی من شاید بگم ده ها مجلس رو با همین نوشیدنی سرو کردیم و استقبال زیادی هم شد، از مجالس عروسی و مجالس مختلف گرفته که میگم هزاران نفر خوردن و حتی خیلی هم تشخیص ندادن که این چای سیاه نیست، چون هم رنگش بسیار خوش رنگه و هم طعمش خیلی عالیه. امتحان بکنید. من گزارش های خیلی متعددی داشتم از افرادی که توصیه کردن به چای بذار کنار، اینو بذار مصرف کن، و نتایجی که ما منعکس کردن فوق العاده بود. رضایت ها خیلی عالی، جوری که خودشون باورشون نمیشد. من خب اینقدر سالا پادر داشتم، یعنی علتش همین بوده، گذاشتم که خوب شد. حالا پادر علت های دیگه هم داره، ولی که علت های اصلی و بسیار مهمه این قضیه، در حدی که محسوس رو پوست خیلی محسوسه. اونایی که تیرگی پوست دارن خواهش میکنم یه دور امتحان بکنن، اونایی که پادرد دارن زیاد عصبی میشن یه دور امتحان کنن، و اثرات مثبتش رو بعد از ترک و جایگزینش با این نوشیدنی خوشمزه تجربه بکنن. نکته بعدی، افراد میگن ما چای رو بذاریم کنار سردرد بشه. اولا مهمترین دلیل ضررش همینه که شما وابسته کرد و باعث سردرد شما میشه. شما اگر مثلا بقیه گیاهانش رو نخورید سردرد نمیشید، اما اگر خواستین ترک بکنید با این روشی که عرض میکنم ترک کنید. چای پررنگتون رو امروز کم رنگ کنین، فردا کم رنگ تر، کم رنگ کم رنگ، تا روز هفتم دیگه بشه آب جوش. اگه با این روش به مرور آهسته آهسته کم رنگش بکنید، نه سردرد میشین، نه عصبی اذیت نمیشین. با اطمینان میگم، تجربه سالهای منه. از اون برم سعی کنید در نوش‌های سالم رو اگر دوست داشتید جایگزین بکنید که نتیجه بهتری بگیرید. ولی من به شما قول میدم اثرات عالی خواهید دید. خوشحال میشم که شما مگر تجربه از استفاده از چای یا ترک چای یا همینطور قهوه و ترک قهوه یا موارد مشابهش رو دارید تو کامنت ها برای من بنویسین و نظرتون در رابطه با این ویدیو رو هم بفرمایید. و یه نکته این که چون سیب یا به میوه است و خوردن میوه در این حد هیچ مشکلی به صورت مکرر برای شما ایجاد نمی کنه، راحت عمومی میشه مصرف کرد، برخلاف گیاه ها و دمنوش های دیگه. دمنوش های دیگه رو متناوب و گاهی اوقات مصرف بکنید. دمنوش های خوشمزه دیگه مثل به لیمو، مثل دارچین، آویشن، زنجبیل، کاکوتی یا آنخ بعضی جا بهش میگن، گل پشمی یا گل پپوک بهش میگن، چای کوهی هم بهش میگن دیگه، میوه گل نسترن، گل سرخ، گل ختمی، خیلی تنوع زیاد داره دمنوش. حالا مخصوصا تو هر منطقه و هر اقلیمی دمنوش محلی تر و منطقه هم خاص و مورد استقبال اون افراد قرار میگیره. دمنوش متنوع زیاده، ولی اینها رو یا به عنوان طعم دهنده دمنوش اصلیتون استفاده بکنن، یا گاهی اوقات همیشگی نباشه، برخلاف این دمنوش به یا سیب یا حتی گلابی. با گلابی هم میتونین این کار رو انجام بدین که عرض کردم. طبق روال همه ویدیوهای کتاب خوب هم معرفی بکنم، این کتاب رمانه، قبلا هم گفتم خیلی هم کتاب رمان جالب و جذابیه، ولی به زبان انگلیسی عزیزانی که خارج ایران هستن میتونن تهیهش بکنن. من خیلی لذت برم از این کتاب زیبا و رمان جذاب، برام دوست داشتم به شما معرفیش بکنم. در سایت آمازون بارگذاری شده، لینکشو براتون قرار میدم. و یه چنل خوب هم بخوام معرفی بکنم، چنل سلامت و فنگشوی، مباحث بسیار عالی برای پاکسازی محیط، تغییر چیدمان و دکوراسیون برای رسیدن به یک حال بهتر و یک سلامت پایدارتر رو تو این چنل معرفی کرده که لینک این رو هم در واقع تو دیسکریپشن براتون قرار میدم. خیلی ممنون از همراهیتون، امیدوارم که همیشه شاد و سالم و سرحال و پر انرژی و با نشاط باشین. خدا نگهدارشون.